حدود دو هفته پیش بود که شماره از سارقان مصالح بر موتر حامل یک بانک خصوصی حمله کردند و مقدار پول را با خود بردند. در این رویداد یک محافظ بانک و یکی از سارقان مصالح کشته شدند، اما شماره از سارقان موفق به فرار شده بودند. اکنون پلیس هرات میگوید که یکی از سارقان این رویداد را بازداشت کرده است. این فرد صبح امروز از منطقه پل رنگینه هرات همراه با 1,450,000 افغانی پول سرقت شده از سوی پلیس بازداشت شده است. به تاریخ 15 که بانک اسلامی سرقت شده بود، یعنی می یادم که شما میبینید که اسم ازی از بلاغا ولد یک طفایی مسکنی و اسلامی انجیل است. ی هم در مو باند شامل بوده که پیش بختان امروز هم ما را دیزیر کردیم و با مبلغ 1,450,000 در می حدود پیسه هم به دست آمده. یا دیروز با همکاری با اقدامات اوزی نهم امنیتی که از طریق اوزی نهم امنیتی موضوع پیگیری شده بود و عمر سر اوزه و کارمندهای کشفی و سیبارافی از سریزی موضوع کار کرده بود و دیروز هم با ما شریک کردن پلان دستگیری از زیر ماشاو جور کردیم. امروز صبح که وقت عملیات آغاز شد که در ساحه پل رنگینه یک جای در خانه پل مخفی کرده بودن و خودی از یاد مامان اونجا رفتن و پل مامانشان دادن از این خانه از منزل این پل ما به دست دارد و یک نفر دیگه عزیز بان هم باقی مانده. انشاءالله او هم تحت پایگرد پلیس است، انشاءالله که او هم به زودترین فرصت به پنجه خانه سپرده نشه. و با تمام سارقین و خطابچا ما میگیم که عاقبت شما مثلی آدم که حال استاد است یعنی میرکم خواهد. فرد بازداشت شده ساکن اصلی ولسوالی انجیل ولایت هرات است. پلیس هرات میگوید که در پیوند به پرونده حمله بر موتر حامل پول یک بانک خصوصی شماره از کارمندان بانک نیز بازداشت شدند. یا خوب باندای است که در شهر هرات فعالیت میکنه، یکی هم همین گروپی است که مقدار زیاد پول در تبانی که پیشتر گفتم با همکاری یک تعداد پلیس هم دستگیر شده بود، یک تعداد کارمندای خود بانک اسلامی هم بهتر گفتمش که با چون قضیت عالم زیر تحقیق است ارتباط داشتم و آخری فردش هم که ما میبینیم که هم امروز خوشبختانه از طرف پلیس ما و پلیس اوزین هم هم یکی از نگرانی هایی که در هرات وجود دارد بازداشت مجرمان متکرر از سوی پلیس عنوان شده است. بهاءالدین رحیمی رئیس اتحادیه صرافان هرات میگوید که مشکلات در سیستم عدلی و قضایی سبب شده که شماره از مجرمین بعد از مدت کوتاه دوباره از زندان آزاد شوند. با قراری که شما مشاهده میکنید زیادتر از اینا یک تعداد از اینا مجرم های متکررن که اینا بارها چه شدن و گرفتار شدن و جرم خود منتها باز از طرف قضایی آزاد شدن باز دوباره به جرم خوب باز دوباره چه قدم دست دادن. امیدواریم که این دفعه اینا به سزای اعمال خوب برسن تا کسانی که تشکیل گورک های جدید دادن در داخل ولایت و میخواین به نحو نظم جامعه و آرامش مردم رو به هم بزنن اونا دست از این کار بردارن و اینا الگویی بشن برای کسانی که میخواین باز هم نظم جامعه رو به هم بزنن. ما تشکر و قدردانی میکنم از پلیس امنیت ملی و همچنین قوماندانی امنیت ملی که به اسرع وقت دست به کار شدن و مجرمین رو به سزای اعمال برسن. در این اواخر نگرانی های زیادی در پیوند به سرقت های مسلحانه در هرات مطرح شده است. هرچند پلیس همواره از بازداشت شماره از سارقان مسلح در این شهر خبر داده، با آن هم دیده می شود که دامن سرقت های مسلحانه در این شهر جمع نشده و هنوز هم در گوشه و کنار این شهر هستند کسانی که دست به سرقت می زنند.